خب روزگاران همه گاو و همه وقت همگن و یکسان نیست، زشت و زیبا دارد، پست و بالا دارد، گاه گنجینه و گهمار در این همیان است. روزگار خوش ما اندکی مال و کمی رزق و بسی عشق در انبانش داشت. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. هفته هاست گفتگو میکنیم با دکتر اسماعیل نوری‌الله عزیز، نویسنده، منتقد، شاعر، درباره این سیر تطور ادبیات و فرهنگ. از همه مهمتر بخشی رو هم اخیراً بهش اضافه کردیم، بخش چهره نگاری، یعنی نگاهی به مجموعه شخصیت های مؤثر در شکل دادن به اصطلاح به ریخت و چهره و قیافه فرهنگ و ادب امروز ایران، چهره های معروف. با بیازین شروع کردیم، محمود اعتمادزاده که سهم عمده ای داشت در معرفی بسیاری از آثار برجسته نویسندگان جهان. به چی؟ به نسل ما و همینطور نسل های بعد. آقای دکتر نوری‌الله، درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، خدمت امیر عزیز و بینندگان گرامی برنامه. خب چقدر خوشحالم مجددا شما رو زیارت میکنم. چقدر عالی است دیدار شما هر هفته و چهره نگاری گذشته هم ما رو به یاد گذشته میندازه، همین که بالاخره فرصتی است برای تجلیل از آدمهای یادآوری شخصیت هایی که سهم مهمی داشتن در آبرو دادن به فرهنگ و هنر ما، نیست؟ کاملا اینطوره. عرض کنم که من در حد بضاعت خودم میکوشم که در این راستا حرکت کنم. شما لطف میکنید. خب داشتیم راجع به بیازین صحبت میکردیم اگه به خاطرتون باشه، و حتی بعد رسیدیم به جلال آل احمد و بعد دیدارهای شما با این جمع. سراپا گوشیم. بله، عرض کنم که من در واقع اولین برنامه رو به پیشنهاد شما شروع کردیم راجع به بهازین صحبت کردن و صحبت ها طول کشید. من فکر میکردم در هر هفته یکی از چهره ها رو مورد بحث قرار بدیم، ولی تا حالا سه تا برنامه رفته و هنوز در نیمه داستان از کنم بهازین هستیم. بعد من ادامه میدم، عرض کنم که از خاطرات من در مورد بهازین قبل از انقلاب عرض کنم که چند تا نکته باقی مونده که نمیدونم از کجاش باید آغاز بکنم. اولا ببینید، بهازین آدم بسیار خجالتی و عرض کنم که محجوبی بود، و مثلا اگر که میخواست یه حرفی رو بزنه، اگر که فکر میکرد که این حرف طرفش رو ناراحت میکنه، خودش به شدت تمام خونش میریخت روی صورتش و زبانش به لکنت میفتاد، به سختی میتونست حرف بزنه. مأخوذ به حیا بوده فرد. خیلی شدید. ولی در این حال آدم صریح اللهجه بود، حرفش رو میزد، ولی برای خودش به نظر من خیلی دشوار بود که این مرحله رو طی بکنه. و وقتی هم که خیلی عنایت و محبت به کسی داشت، زیاد عرض کنم در این مورد غلو نمی کرد، همیشه یه فاصله بین خودش و دیگران رو ایجاد می کرد و اشخاص خیلی کم میتونستن از این فاصله رد بشن و به درون او عرض کنم که برسن. من خب سال 1350 دیگه کانون نویسندگان درش بسته شد و ارتباط من هم با عرض کنم که آقای بهازین قطع شد. من دیگه ازش خبری نداشتم تا 2-3 سال بعد که یک روز زندگیات فیروز شیروانلو که اون موقع هم معاون کانون پرورش فکری کودکان بود و هم خودش یک عرض کنم که دفتر تبلیغاتی داشت و عصرها در دفترش برخی از دوستان جمع می شدیم و گپ می زدیم و مثلا از اونجا راه می افتادیم می رفتیم به مثلا کافی نادری و غیره، به من تلفن کرد و گفت که این آقای تیمسار مقدم شده است رئیس ساواک تهران. و
ایشون به من تلفن کرده و اظهار علاقه کرده که با چند نفر از نویسندگان و اینها صحبت بکنه در مورد کانون نویسندگان. و چون تو هم عضو شورای دبیران بودی و هم منشی، من به ایشون گفتم که من با تو تماس خواهم گرفت که ببینیم که چگونه میتونیم این کار رو بکنیم. من گفتم آخه دیگه کانونی وجود نداره، منم شغل خاصی در کانون ندارم، بنابراین معنا نداره که من بخوام از جانب کانون اقدامی بکنم. گفت خب من اینطوری میگم که چند نفر از نویسندگان رو ایشون لیست داده به من، میخواد ببینه. گفتم مثلا کیا میخواد میتونن باشن؟ گفت من فکر میکنم که مثلا داریوش آشوری باشه، نادر ابراهیمی باشه، عرض کنم که هوشنگ وزیری باشه. بریم ببینیم که اینا چی میگن. خودش من نمیدونست، میدونست که ایشون چی میخواد بگه یا او هم مثل من خالی ذهن. و حال با اونهای دیگه هم تماس گرفت و روزی رو معین کردیم و همه در دفتر شیروانلو جمع شدیم و شیروانلو از این اتومبیل های بزرگ کشتی مانند داشت، همه نشستیم توش و عرض کنم که راه افتادیم به طرف، عرض کنم که ساواک، که در سراح یعنی از دم حسینی ارشاد اون خیابون سلطنت آباد. سلطنت. این شیروانلو که میفرمایید فیروز شیروانلو نیست؟ بله فیروز شیروانلو، یعنی مترجم برخی آثار مارکسیستی در ایران، از جمله آثار ارنس فیشر نیست؟ کاملا درسته. بله. خب از کنم که خب میدونید که ایشون پسر تیمسار شیروانلو بود، از کنم که بعد در لندن تحصیل کرد، در لندن با دیگر دانشجویان اونجا مشهور شد، گرایشات چپ پیدا کرد، به ایران که برگشتند از کنم که یه تشکیلاتی رو تشکیلات زیرزمینی در واقع با نیکخواه و اون بقیه درست کردن و بعدم مسئله ترور پادشاه در فروردین 44 بود، پیش آمد و ایشون مدتی به زندان افتاد، بعد از زندان آمد بیرون بی سر و صدا، چون مثلا ما می‌دونیم که نیکخواه و اینها بالاخره آمدن عذرخواهی کردن و آمدن از زندان بیرون، ولی شیروانلو عرض کنم که بی خبر از همه جا آمد بیرون. و عرض کنم که بعدم شد معاون خانم امیر ارجمند در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خب توی کار، عرض کنم که توی کانون بسیاری از هنرمندان کار میکردند و من هم از طریق اونها بود که با شیروانلو آشنا شدم و کم و بیش دمخور شدیم با هم. باری اینم مسئله جالبیه آقا، داشتن ریالا که بالاخره یه جمعی تصمیم داشتن شاه ایران رو ترور بکنن، تو مرحله کشتن شاه هم پیش رفتن، عوامری رو هم دارن، ولی بعد خب حکومت همشون رو بخشید، بعدم پستای مهم گرفتن، پستای کلیدی کار میکردن. تازه خود شیروانلو من به خاطرم هست که بازم چیزایی که ترجمه میکرد باز آثار مارکسیستی بود، یعنی دلش خواست مارکس رو به جامعه ایران معرفی بکنه یا مارکسیستای نو رو دست کم. و اینم خودش یه پدیده بوده به نظر من، نیست؟ بله، من نمیدونم که این پدیده آگاهانه‌ای بوده یا نه، ولی من همینطور که در جلسات قبلم خدمتون گفتم، به نظر من ما هرچی به پایان دهه 40 نزدیک میشدیم و در آغاز دهه 50، تقریبا میشه گفتش که همه سازمانهایی که در آموزش و پرورش فکری نسل جوان در ایران فعالیت میکردن، گردانندگانش نیروهای چپ بودن. جالبه. تصمیم گرفته بودن بیان و با دولت همکاری کنن. حالا آیا دولت این آگاهانه این کار رو میکرد یا نمیکرد، من در اون مورد اطلاعی ندارم. به هر حال عرض میکردم مثلا خود همین کانون پرورشی فکری کودکان زیر هدایت فیروز شیروانلو خب خیلی آثار کودکان رو منتشر کرد، مثل ماهیسیای کوچولوی عرض کنم که دوستمون رو، و خب کاملا اثر چپ بود دیگه. ولی من به خاطرم از مثلا هیئت هایی که می اومدن
از طرف دولت به خارج از کشور برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاه ها زیاد به جناح راست کاری نداشتند. بیشتر از به اصطلاح چهره و شخصیت های چپ بود که دعوت میکردن برای رفتن به ایران و اینکه بیاد به ایران، و واقعا هم هر کدام برگشتن پستای خیلی مهمی بهشون دادن. تقریبا تمام وزرا به جناح چپ تعلق داشتن، تمام آدم هایی که در مؤسسات مهم و نوبنیاد و که مربوط میشد به اون دورانی که ایران صاحب رفاه بسیار شده و وضع مالیش هم فوق العاده خوب، اینا رو همه رو به اونها سپردن و اونا بودن که مملکت رو در جمع اداره میکردن. بیچاره راست ها سرشون بی کلا مونده بود، یعنی زیاد حکومت تحویلشون نمیگرفت. همینطوره که میگید. ببینید من مثلا خب کارشناس سازمان برنامه بودم. بله بله. واقعا از عرض کنم که اواخر دهه 40 و در نیمه اول دهه 50 سازمان برنامه اصلا پر شد از این جوانانی که در کنفدراسیون دانشجویی خارج کشور فعالیت داشتن و بعد در این هیئت هایی که ارسال شده بودن به خارج با اینا مذاکره کرده بودن و اینا رو آورده بودن به ایران. ما در طبقه پنجم عرض کنم که سازمان برنامه که دفتر برنامه ریزی کلان و اینها بود، اصلا اسمش توی سازمان برنامه به همش میگفتیم بوتیک، برای اینکه زبان رایج در اون طبقه انگلیسی بود، بچه ها با هم انگلیسی صحبت میکردن، همهشون سوابق عرض کنم که اینجوری داشتن. یا مثلا من یادمه که برای یه مدت کوتاهی دوست و رئیس من در سازمان برنامه آقای جلال ستاری رفتش به وزارت فرهنگ و هنر که اونجا یه مدیریت برنامه ریزی در فرهنگ و هنر ایجاد بکنه و از من هم خواست که مدتی با او همکاری بکنم. من به عنوان کارمند منتقل رفتم به وزارت فرهنگ و هنر و این دفاتر یه حدود 23 تا دفتر برنامه ریزی در استانهای مختلف درست کردیم با هم. بعد از مثلا 6-7 ماه که مشغول این کار بودیم، یه روز آقای ستاری به من گفتش که من از شغلم استعفا دادم و دارم میرم. من گفتم که خب کی جانشین شما میشه؟ گفتش که یک آقای هست به نام چنگیز پهلوان که جزو بچه های کنفدراسیونه و فعالیت خیلی شدیدی داشته و او موافقت کرده که برگرده به ایران و آقای پهلوان ایشون رو کرده مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و هنر. ایشون از کنفدراسیون شد دبیر کنفدراسیون دانشجویی بوده، یکی از دبیرهای برجسته کنفدراسیون و برگشت در ایران. من همش تصور میکردم که به احتمال زیاد رو دستگیر میکنه، ولی نه، آمد و همین کار خوبم گرفت. واقعا هم سعی کرد به ایران خدمت بکنه. چنگیز خیلی شخصیت اندیشمند و متفکری بود. مدتی که با او یعنی من معاون او بودم من. چند ماهی بیشتر طول نکشید. آدم بسیار فوق‌العاده فهمیده و دقیقی بود. ولی به هر حال منظورم اینه که اینا از خارج میامدن با اون سابقه و مشاغل بالایی رو در دستگاه میگه. مثلا فکر کنید منوچهر آزمون، عضو سازمان انقلابی حزب توده، خب یکی از شخصیت‌هایی بود که در آلمان دستگیر کردن اینا رو به خاطر فعالیت‌های کمونیستی. او بود، منوچهر بوذری بود، آقای حمزوی بود، آقای دکتر ناظمی بود، 5 نفر بودن. ولی ایشون وقتی اومد به ایران، اول در دستگاه اطلاعات و بعدم شد وزیر مملکت. جناب چپ افراطی. یا شمار زیادی از کسانی که در رأس کارهای کلیدی تلویزیون بودن همه از جناح چپ بودن، برخی سوابق ممتد داشتن، یا کسانی در اطراف آقای دکتر باهری بودن. یعنی فکر کنید در وزارت دربار، معاون وزارت دربار از اعضای برجسته حزب توده بود. آقای دکتر باهری بله. بله. و همه آقای نهاوندی بودن، آقای مجیدی، تمام از این جبهه. آقای مهدوی میدونم از من از جبهه ملی آمده، از گرایش جبهه ملی داشت، ولی معاون نخست وزیر ایران شد. بله. یا آقای اردلان اگه به خاطرتون باشه، از شخصیت‌های برجسته جبهه ملی، یکی از سردمداران وزارت مالیه دارایی ایران. من کاملا اینطوره. ولی من عرض کنم که یک بار شنیدم که پادشاه به اطرافیان خودش گفته که
از من سوسیالیستر پیدا نمیشه. نه واقعا ایشون معتقد بود روایت درسته به نظر راست میگم، چون هر چی عوامل چپ بود همه رو کارهای مهم داده بودن، تقریبا نیمی از خیلی بیشتر از نیم، شاید 80% وزرا همه از جناح چپ آمده بودن. بله همینطوره. من فکر میکنم بعد از دیدار ایشون بود از چاوشسکو که در بازگشت به اطرافیانش گفته بودش که اگر مقایسه کنید من از این آقا سوسیالیست‌تر هستم. خیلی جالبه. یعنی با این ماجرای انقلاب شاه و مردم و اصلاحاتی که در سیستم قرار بود داده بشه، ایشون فکر میکردش که تمام اقدامات سوسیالیستی رو انجام داده. به هر حال خود انقلاب سفید و مواد اون خب مقدار زیادیش الهام گرفته از چپ بود دیگه. درسته، کاملا درست. دکتر نوری الله، آقای بهازین در این ارتباطی که با شما و مثلا با بقیه دوستان شاعر و نویسنده ما داشت که جوانتر بودن، هیچ سعی میکرد که اندیشه های خودش هم یک جوری به شما منتقل بکنه، یا شخص شاهد مباحثی از این دست نبودید از جانب او؟ نه، من عرض کنم که همچین حسی رو نکردم. البته خب میدیدیم که رفتارش با اشخاص مختلف متفاوته. مثلا خب بین ما جوانهایی که دهه 40 کارمون آغاز کرده بودیم و هممون جمع شده بودیم در یه تشکیلاتی به نام انتشارات طرفه، خب مثلا من بودم، بهرام بیضایی بود، داریوش آشوری بود، سپاندو بود، نادر ابراهیمی بود و جعفر کوشابادی و احمد رضا احمدی و غیره. خب رفتار بهازین با جعفر کوشابادی رفتار دیگری بود تا با ماها. یعنی رفتار با هم جنس بود ها؟ بله. خب کوشابادی تو دهی بود و عرض کنم که علاقه مند به جریانات چریکی و اینها بعدن شد و عرض کنم که او مثل پسرش با او رفتار میکرد. ولی با ما بیشتر بزرگتری بود که مثلا با جوانترا صحبت میکنه و من تبلیغات سیاسی رو از جانب او ندیدم. در واقع شما روشنفکران خورده بورژوا بودید. تقریبا. راستی یه سوال شده بود دیدم روی چی فیسبوک که پرسیده بودن که آقای بهازین که آقای دکتر نوریالا گفتن دستش قطع شده بوده، به چه سبب، چرا دستش رو از دست داده بود؟ از تا اونجا که من میدونم عرض کنم که ایشون در بحر خزر افسر نیروی دریایی بود، روی کشتی بود، مثل اینکه یک خمپاره چیزی پرتاب میشه به صورت این به طرف این کشتی و یکی از ترکش ها میاد و دست او رو قطع میکنه. از طرف یه ناو روسی؟ روسی بله. عجیبه. خیلی عجیبه بله. که یه نفر آدمی که اینقدر عاشق و شیفته شوروی بود خودش یکی از قربانیان روس ها شده. آخر هم همینطور شد دیگه. چی فهمیدی؟ آخر هم همینطور شد. بله آخر هم به قول شما همین شد. درسته، کاملا درسته. بله میفرمودید، ببخشید. بله عرض میکنم که خلاصه ما با در ماشین آقای عرض کنم که فیروز شیروانلو رفتیم. من اولین بار بود که میدونستم، اصلا میفهمیدم که ساواک کجا هستش. رفتیم و از اون گفتید سرای چی بود؟ سلطنت آباد. رفتیم و تو اون ساختمون رو خلاصه ما رو بردن توی ماشین یه جا پارک کردیم و رفتیم و توی اتاقی که یه میز گردی وسطش بود و چند تا صندلی، هیچ چیزی نه به دیوار چیزی بود نه اون میز، هیچی نبود. صندلی ها معمولا ارج آهنی بود. اونو یادم نمیاد. عرض کنم که ما البته قبلا گفته بودیم با همدیگه تو ماشین که میرفتیم تی کرده بودیم که آقای آشوری و آقای هوشنگ وزیری به عنوان سخنگویان ما در اونجا وارد مذاکره بشن، ما ها سکوت بکنیم. یه مدتی نشستیم و منتظر، بعد دربا شد و این تیمسار مقدم آمد و با همه ما دست داد و نشستیم و بعد یه خود از این وقت حالتون چطوره، چه خبر از این چیزها، و بعد گفتش که من علت این که خواهش کردم شما بیایید من شما رو ببینم این است که من به یه فکری رسیدم و میخوام این رو با شما در میون بگذارم. ما سکوت کردیم ببینیم که ایشون چی میگه. ایشون گفتش که شما میدونید منافع ملی چیه؟ گفتیم خب همه
کم و بیش میتونیم حدس بزنیم که منافع ملی چیه. گفتش که به نظر من صرف نظر از اینکه ما چه عقاید سیاسی اجتماعی مختلفی داشته باشیم، به هر حال عضو این ملتیم و منافع این ملت باید مورد نظر هممون باشه. در نتیجه من فکر کردم حالا که مسئولیت ساواک تهران رو به من دادند، من بیام و یه جلساتی رو بگذارم و مسائل سیاسی روز رو برای نویسندگان ایران طرح بکنم و ازشون نظر بگیرم و در این حال بهشون بگم که اگر که تشخیص میدید که مثلا این حرفا با منافع ملی خوانا هست، خب شما هم کمک کنید. من البته بعدها که آمدم انگلستان و محصل انگلیس بودم و اینها و بعدم پناهنده شدم به انگلیس، در ملاقاتی که با برخی از این روزنامه‌نگاران انگلیسی داشتم پی بردم که در انگلستان هم یه همچین ترتیبی هست، یعنی اینکه بعضی روزها مقامات مثلا وزارت خارجه یا نمیدونم MI5 MI6 هرچی که دارن، اینها نویسندگان رو جمع میکنن و برای اونها توضیح میدن که مثلا این اتفاقات افتاده و منافع ملی ما مثلا حکم میکند که ما در این مورد حرفی بزنیم یا در اون مورد حرفی نزنیم. اینو از خود روزنامه‌نگاران انگلیسی من شنیدم. ولی خب برای ما خیلی این حرف گران میامد به خاطر اینکه خب ما فکر میکنیم این داره دعوت میکنه که ما بریم ساواک بشیم دیگه. بنابراین همینطور مونده بودیم چی بگیم و اینها. بالاخره آشوری رو عرض کنم که هوشنگ وزیری گفتن که خب شما که میدونید که ما نمایندگی از جانب کسی نداریم، کانون نویسندگان که تعطیل شده است، شما اجازه بدین ما بریم پیغامتون رو به عرض کنم که بقیه منتقل بکنیم، ببینیم تصمیم دست جمعی چه میشه. ایشون هم گفتش که بسیار خوب و پس یه نفر رو تعیین کنید که رابط باشه که نتیجه رو به من بگی. شیروانلو گفتش که این آقای نوریالا همیشه مسئول امور اجرایی کانون بوده، آدم منظمیه و اگر اجازه بدین من شماره تلفن شخصی شما رو بدم به ایشون که ایشون نتیجه مذاکرات رو به شما بگی. ایشون هم گفت بسیار خوب و شمارهش روی یکی کاغذ نوشت و داد به ما. ما از اون اتاق آمدیم بیرون. حالا اینو چجوری به هازین وصل میشه؟ به این علت من این قصه رو گفتم که آمدیم بیرون، سوار ماشین فیروز شیروانلو شدیم که برگردیم. توی ماشین بین ماها بحث در گرفت که آقا این مردی که داره میگه که شما بیاین ساواکی بشین، این چه حرفی بود؟ این به ما زد نرفا. تنها کسی که میگفت نه شما دارین اشتباه میکنین هوشنگ وزیری بود که از توی همون ماشین اصلا تغییر جهت داد و یه آدم دیگه ایشون. جالبه. هوشنگ وزیری عمیانه نسل جوان دارم میگم، تیتویست بود، طرفدار تیتو، جپه به اصطلاح خط سوم میگفتن. چی میگفتن؟ نیروی سوم. نیروی سوم، ببخشید حافظه رو، نیروی سوم. اینا طرفداران سوسیالیسم نوع تیتو بودن در یوگسلاوی. ببخشید. بله بله، ایشون هم خب خارجی کشور بود. وقتی که برگشت از طریق خلیل ملکی ما با او آشنا شدیم و بعد او رفت با عرض کنم که بهازی، ببخشید، با آل احمد دم خور شد و اینها. ولی اون دیگه حالا سال 52-53 بودش، این آل احمد که رفته بود کانون نویسندگان هم از بین رفته بود و ما دیگه زیاد خبری از هم نداشتیم. اما تو اون ماشین ایشون میگفتش که آقا این تیمساره حرف درستی زد، ما نباید دوچار نمیدونم افکار ایدئولوژیک و غیره بشیم و هر سفید و سیاه بکنیم. واقعا یه مسائلی، آخه این تیمسار مثلا میگفتش که چرا شما از خودتون سوال نمی کنید که هر وقت بخواد تو دانشگاه اعتصاب بشه دانشکده فنی اعتصاب میشه، نمیدونم دانشکده معقول و منقول از وقت توش اعتصاب صورت نمیگیره. خب این به این معناست که بیگانگان نمیخواهند تو مملکت ما مهندس مثلا تربیت بشه. از این مثالا میزد و ایشون هم همون راه رو عرض کنم که یعنی همون حرفا رو تو ماشین تکرار میکرد. و قرار شد که من برم با عرض کنم که خانوم سیمین دانشور که رئیس کانون نویسندگان بود و آقای بهازین که عرض کنم که یه ستونهای کانون بود، برم صحبت بکنم و ببینم اینا چی میگن.
من تلفن زدم به خانم دانشور و گفتم آره امروزی همچین ملاقاتی صورت گرفته و عرض کنم که همچین حرفایی رد و بدل شده، شما چی فکر میکنید؟ گفتش حال با اون لحجه شیرازی گفت آقا نوری الان من اصلا حوصله این حرفا رو ندارم، من دیگه اصلا حوصله ندارم با من از این حرفا نزن، هر کاری دلتون میخواد بکنید. من بلند شدم و عرض کنم که چون تلفن نداشتش بازین رفتم خونش نزدیک پس از اون شهیاد آریامر توی منطقه بهش گفتن برق آلستون، رفتم اونجا و در زدم و خوشبختانه خونه بود و رفتم تو برستم خواسته قضیه این گونه است. یه خورده سرخ شد و به هیجان آمد و اینها و گفتش که من فکر میکنم که باید به اینا بگیم که شما اول اون پرونده معلق ثبت کانون نویسندگان رو به جریان بندازید، وقتی که کانون نویسندگان تأسیس شد اون وقت ما عرض کنم که به این مطالب هم میتونیم رسیدگی کنیم، اما تا موقعی که شما جلوی رسمی شدن کانون نویسندگان رو گرفته اید دلیلی نداره که ما اساسا با هم صحبتی بکنیم. تا همینجا رو داشته باشید داشتن کار کنم فوق‌العاده است. خاطرات دکتر نوریالا و به نظرم خیلی هم میشه درسای بزرگ ازش گرفت و بعد اصلا منتر میشه منظر بهتری از گذشته داشته و بدونیم که آدم ها و شخصیت ها بالاخره این همه نیروی متفکر تو مملکت بوده، هر کدام سلیقه‌ای داشتن ولی مهم این بوده که کارشون رو انجام میدادن و بعدم زندگیشون هم میکردن. متاسفانه دیگه امروز چند تصور نمیکنم چه چیزی در تمام خاورمیانه میسر باشه. یادش بخیر. آقای میبودی جنب. شما فرمودید که تو فیسبوک سوال کرده بودن، کدوم فیسبوک؟ یه چه خانم هم گفت یک سوال کرده بود راجع به حالا باید بپرسم در فیسبوکی نمیدونید؟ نمیدونم، نه نه میپرسم بهتون میگم. تشکر میکنم تا دیدار دیگر آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. شبتون خوش. مرمت زید.